ای سلام سلای تو خونه، خوش اومدید به قسمت دیگری از ریاکشن ویدیوهای آلبوم فیل از کانال خودتون فرشاد فور لایف. 46 تا 34 قراره با هم دیگه گوش کنیم از کانال یوتیوب گادپوری که لینکشو تو دیسکریپشن گذاشتم، میتونید سر بزنید به اونجا. بجز اون لینک کانال یوتیوب دولول، کانال یوتیوب اسپنرم تو دیسکریپشن هست، به اون کانال هم سر بزنید. اسپنر با آتور اومده بالا، حتما چک کنید که باحال بود. اصلا خفن نیست، یکی از بدترین اپیزودهای اسپنر است. دیگه به هر حال هامبل بودنم سخته. اگر فور گنگ ها رو با چی تو کامنت بریم 46 تا 34 رو بشنیم از فیل، از آلبوم فیل از گادپوری. 34 پلاک خوزستانه دیگه، یعنی 46 تا 34 46 پلاک شمال رشت. AK 46 هم که یکی از بهترین ترک های گادپوری و یکی از پرچم داره کریرشه، که اشاره داره هم به AK 47 کلاشینکوف هم به شماره پلاک رشت، پلاک گیلان. اینجا هم میده 46 تا 34، یعنی از شمال تا جنوب احتمالاً همه پوری رو دوست دارن و بهترین رپر دنیا و اینا. عرش تا استانبول میرفتیم شد تا وقتی نبودش حساب پر. عرش تا بیتی اکتا آغاز کرد، اگه دقت کنید ملودیش. استانبول همه هومی یا کفشن قاچاقی بی پاسپورت. عرش تا استانبول میرفتیم شد تا وقتی نبودش حساب پر. عرش این تو چیز که ترکه جوی کل بود، افیکس چیز پول شمار، بعد صدای بوق پول شمار. میرفتیم شد تا وقتی نبودش حساب پر. عرش تا استانبول همه هومی یا کفشن قاچاقی بی پاسپورت. آکیو 2000 چیل میگه دیست کرده فلانی، میگم کساب جیش نیاز داداش دیگه ما باور نمی کنیم. کساب جیش یعنی 33 تا ترک قراره بده در جواب طرف. بکنمشون چار میخ زدمشون تو کارا این دقلا رو سال پیش. من با تیمم با تلم با تیلم چاقلا اکتا عوض نمی کنه، فاصله شو میزنه، یعنی میبردش توی فاصله دیگه ای همون ملودیو، چون اکتا عوضش صدا عوض میشه. این دقلا رو سال پیش من با تیمم با تلم با تیلم چاقلا کیم سرشو باس بگیرم باهاشون تیلم بعد به ماها پیلن را پاشون سرشون لپاشون تیله هست، یعنی او چی نیه دقباتون رو چجوا شو باس بگیرن لا پاهاشون تیلن بعد به ماها پیلن ارژینا لشیکن تا پشمای سینم میزنم ترکی حال ندف. حاجی اون دوره گذشت که من به پشم، یه دوره بود پوری باعث شده بود آدم به پشمالو بودن و چاق بودنش افتعال کنه، ولی گذشت یه دور حال میداد. دیدم سیکس پک خیلی بهتره واقعا، نه واسه تو زندگی جواب نمیده، تو همش تو موزیکه. تو پاچ میدم میکنه همه رو باد بیچ شاخشی میدم کنن کارداشا کارتشون چارتاشون بیان میخورن نداشه چار هیچ. نه بابا شاوتینگ دلیوری دنزل کری یه تراپی دیگه، دنزل کری یه مقدار. عرش تا استانبول میرفتیم شد تا وقتی نبودش حساب پر. عرش تا استانبول همه هومی یا کفشن قاچاقی بی پاسپورت. هدف ها تو سرم همشون نرو واید برد فلو مختص خودم انگاروش. هدف ها تو سرم همشون نرو واید برد، هم داره تصویر چیزو میسازه، عملیات دارن بزن گروه پلیس میخواد یه عملیات انجام بده رو تخت وایت بورد، هدف ها رو اینجوری فلش میزنه، اول میریم اونجا بعد میریم اینجا. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، من تو 4 تا ریاکشن قبلی 4 تا تک قبلی گفتم، اینجا هم دوباره تاکید میکنم چون نیاز گفتنش. بیتو گوش کنید فرقی میفهمید بین این بیت با بقیه بیتای پوری. باشه سمپل پکت عوض کن، خب سمپل پک این همه سمپل پک این همه پرودوسر نمیان تو بیف چون میکنمشون بایکوت. دنبال آدرسم میگردن و نیگات پوری رو مپ فن دارم دو آتیشه ترن ان یوتیوب پو 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 تو واقعی نیگات پوری رو مپ فن دارم دو آتیشه ترن ان یوتیوب پو 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 تو واقعیت کپ ولی میخونن گنگ مدل میرپ کنه داشت شکمش نمیخواد پک. چرا پودکو نگفت؟ من فکر کردم میخواد، خیلی هوشمندانه میشد اگه این کارو میکرد. تو ذهنت خود به خود پو 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 رو پوتک میشنوه، به خاطر اینکه میدونی قرار بگه پوتک، و اگر ذهنت پوتک بشنوه خود به خود قافیهش میکنه با مصرع قبلی. اگر مصرع بعدی با
واقعا با پو 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 قافیه میکرد یه چیز دیگر رو، من میرفتم دنبال این که مدرسه بچگیش کجا میرفته. من رفتم کارهای ثبت بالاترین آیکیو، رکورد آیکیو رو بکنم واسش. خیلی چون کار خفنیه. هیچ کی این کارو تو ایران نمیکنه. فکر یکی کرده بود این کارو. چرا این کارو نمیکنید؟ آقا اونور کردن کپی کنید، الگو رو کپی کنید انجام بدید، خیلی باحاله. تو یه چیزی میگی، مایند رایم هست که بهتون میگم، مثلا یه رایمیو بهتون نمیگه، سکوت میکنه ولی تو حدس میزنی، میفهمی منظورش چیه. خب حالا به جای اینکه سکوت کنه و تو حدس بزنی، قافیه رو عوض میکنه، دقیقاً همین کارو میکنه. مثلا میگه پو 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 پو، تو ولی تو ذهنت بوتک میشته و قافیه میکنی با قافیه قبلی. حالا مصرع بعدی هیچی، مصرع بعدیش، مصرع زوج بعدیش یه قافیه با تو 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 مثلا میاری، با اون وزن میاری، خیلی کار خفنیه. مفن دارم دو آتیش ترن ان یوتیوب پو 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 تو واقعیت کپ ولی میخونن گنگ مدل میرپ کنه داشت شکمش نمیخواد پک تک استایلم همه پی یار کشیم من خودم سایدم رفیقا هم تیم تولیدن هم بادیگاردن یار کشیم. من منتظر بیت با حالم که چیز کنم، شکار کنم، تنابو انداختم، قلابو انداختم تو خودم سایدم رفیقا هم تیم تولیدن هم بادیگاردن الان کف ترکیم و لمم تو قایقم کاری که تو این آلبوم زیاد کرده گادپوری، شکستن کلمه ها و یه خورده تغییرشون برای جور شدن وزنشون واسه قافیه کردن. یه چیزی هم گفته بود ولی قایق دیگه، قایق رو گفت قایق. باورم نمیشه این ترکم بدون پانچلاین، بدون بیت خفن تموم شد. رو صورت تا تو عشق دنبالشون گشت بینی تا همه رفت بدون برگشت به ایرون نمیارزه هیچ جایی روی نقش ولی باز با این حال استانبول برام رشت ارشت. چرا هیچ ربطی به خوزستان نداره؟ 48 پس هیچ، 34 پس منظورش یه چیز دیگه بود. تا استانبول میرفتیم شد تا وقتی نبودش حساب 298 292 ترکیه چنده کدش نمیدونم چرا ربطی داره 34 ارشت تا استانبول همه همی یا کفشن قاچاقی بی پاس بود آرش تا استانبول می رفتیم شد تا وقتی نبودش حساب رو بیت مموتی تا یکی بود. خیلی خوب، این بود چک 46 تا 34 290 اولا کد ترکیه ولی استانبول 34 نمیدونم چی واقعا اسکلاس نمیدونم، ولی هر چی که هست یه چیزی مربوط به استانبول. کلن تم کلن استانبول یکی از المنت های تکرار از شعرهای پوری بوده همیشه تا اینجای کار و میدونیم که سلیقش یه گرایشی همیشه در طول این مدتی که فعالیت میکرده به ترکیه، به ملودی های ترکی، به لفظهای ترکی، به رپ ترکی، به همه چیه ترکیه داشته گادپوری. اینجا هم از این قائل مستثنا نبود، رفرنس های ترکی میدیدیم اینجا از رش تا استانبول، مثل اینکه کلن پایین مانیو کار نداره، از رش به بالا بود منظورش. تاپیک ترک محتوایی اگه بخوایم در نظر بگیریم و موضوعی که راجبش تو تک صحبت شد، موضوعی بود که توی تک‌های پوری پرتکرار، کلن راجب این که تو بیف همه رو زده، هیچکی جرأت نداره باش کاری داشته باشه، با رفیقام همه جا میرم، رفیقام هم تیم تولیدن هم بادیگاردن، رش 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 استانبول استانبول بقیه چاوالن فلان. یعنی من چیز جدیدی که توی تک میبینیم، چیز جدید، موضوع جدید منظورمه، موضوع جدیدی که تو ترک خبری ازش نبود هیچ، تم ترک تکراری بود، میگم اون قضیه استانبول و اینا دیگه مثلا خوب از استانبول صحبت کرده پوری بارها و بارها و دیگه اون فرشنسش رو از دست داده این صحبت از استانبول. این که دوباره بیایم از استانبول صحبت کنیم و ربط وستش کنیم به رشت و اینجور چیزا، من میدونم که قسمتی از زندگی پوریه، اصلا دوست داره استانبولو، ولی من میگم توی موزیک آوردنش اگر قرار نیست به نحوه فرش، به نحوه که لحاظ شه، به نحوه که دوست داره آدم دوست داشته باشه بشنوه استفاده شه، پس استفاده نشه تو موزیک خیلی بهتره، چون ارزشش رو از دست میده اینجوری با استفاده بیجا. میگم نه تنها اتفاق جدیدی نیفتاد که هیچ، اتفاقات قدیمی هم به نظر من نوع بیان جدید و جذابی نداشتن، کاری که بازم میگم من انتظارش همیشه از پوری داشتم. چه انتظاری؟ این که خب مفهوم قدیمی که داره ازش صحبت میشه با تم، با کاراکتر، با تیست پوری به نوع جدیدی دلیور شه، به نوع جدیدی رپ شه. اما میگم این ترک جای همچین انتظاری مثل این که
نبود از لحاظ پروداکشن. پروداکشن من میگم وقتی به من بگم پوری، این پروداکشن میاد تو ذهنم، این کانتنت میاد تو ذهنم، این کورس ها، این فلوی کورس میاد تو ذهنم. تیپیکال پوری بود این چک و باز هم به عنوان چک پنجم آلبوم چیزی نداشت که خیلی سورپرایز کنه آدمو و انتظارات آدمو در مواجهه با آلبوم فیلی که یکی از مهمترین پروژه پوری تا اینجا برآورده کنه. و به نظر من تک چیزی جز یک مید پوری نبود. میدیوم ترک پوری بود واقعا. و پنج، شما نظرتون رو بنویسید. من واقعا پنج نیستم با این ترک. واقعا نظر من ترک هیچ چی نداشت که تو بخوای دوباره برگردی به این ترک. شما نظرتون رو راجع به این ترک بنویسید. لایک اگه ویدیو رو دوست داشتید، دیسلایک اگه ویدیو رو دوست نداشتید، فورگنگ یادتون نره توی کامنت. اگر کامنت دیگه ای نداشتید، کامنت دیگه ای داشتیدم شستتون رو میبوسم اگه اون کامنت رو بنویسید. سابسکرایب یادتون نره اگر ویدیوهای کانال رو دنبال میکنید. زنگول بغل سابسکرایبم برای کسایی گذاشته شده که میخوان از ویدیوهای بعدی و آپلود ویدیوهای بعدی جا نمونن. روی اون که کلیک کنید یوتیوب بهتون خبر میده که کی ویدیو آپلود میشه. تا ویدیوی بعدی، فور گنگ.